در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که روز چهارشنبه ایالات متحده گزارش سالانه خود را در مورد آزادی مذهبی در سراسر جهان منتشر کرد که خبر مربوط به آن نیز در این بخش خبری منعکس گردید. اما بخش مربوط به چین در این گزارش بر این نکته تاکید دارد که در این کشور هنوز هم هر سال هزاران نفر به دلیل انجام مناسک دینی و یا داشتن ایمان به ادیان دستگیر می شوند. از اسفندیار عبداللهی دبیر سرویس های سیاسی و بین الملل دیدار نیوز از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای عبداللهی سلام و عرض ادب. آقای عبداللهی به نظر شما اقدام های بین المللی همانند گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تا چه حد میتونه در روشنگری افکار عمومی دنیا نسبت به ظلم دولت چین به مسلمانان اویغور مؤثر باشه و آیا این راهکارها در تغییر رفتار چین تأثیر گذاره؟ بفرمایید. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز، ایرانیان در سراسر جهان. ممنونم از دعوتتون. باید در واقع گفت که جز گزارش های حقوق بشری سازمان ملل، گزارش های سالیانه و برنامه محور ایالات متحده آمریکا، مسلمانان چین پناه دیگری ندارد. هیچ پناه دیگری ندارد. و قطعاً مؤثره. این انتظاری که ما از کشورهای اسلامی داشتیم، به خصوص از جمهوری اسلامی که خودش رو پناهگاه مسلمانان جهان معرفی میکنه ولی گزینشی عمل میکنه نسبت به حمایت از مسلمانان جهان، گزارش ها و حمایت های سازمان های حقوق بشری غربی و گزارش ها و در واقع بیانیه های وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش سالیانه حقوق بشری این کشور بسیار مؤثر در آشنا کردن جهان با ظلمی که در چین نسبت به مسلمانان اعمال میشه و اقدامات ضد حقوق بشری که چینی ها نسبت به مسلمانان انجام میدن و ما سکوت کردیم. بله، با تشکر از اسفندیار عبداللهی روزنامه‌نگار از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.